سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته پای صحبت منوچهر دقتی، عکاس خبری سرشناس ایرانی. عکس میتونه مسیر تاریخ عوض کنه. چرا حبس بودی؟ 2 سال. کشتارگاه تازه ترین ساخته عباس امینی. گشتی در جهان ناتالیا گونچاروا، هنرمند پیشروی روس. منوچهر دقتی یکی از عکاسان خبری سرشناس ایرانیه که در 40 سال گذشته از خیلی از رویدادهای مهم، از جنگ گرفته تا انقلاب و خشونت‌های قومی، عکس گرفته و لحظه‌های نابی رو ثبت کرده. ماه گذشته زندگی نامه او به نام شاهد عینی نوشته اورسولا یانسن، همسر آقای دقتی، به زبانهای انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی منتشر شد. این کتاب که قرار ترجمه فارسیش هم به زودی منتشر بشه، بخشهای مهم و جذاب زندگی آقای دقتی رو به طور داستانوار و با زبانی روان روایت کرده. آقای دقتی الان از پولیای ایتالیا با ماست تا درباره این کتاب و ماجراهای زندگیش صحبت کنه. من منوچهر دقتی هستم. بیشتر از 40 ساله که عکاس خبری هستم. من تو این 40 سال خب خیلی چیزا دیدم تو زندگی، از جنگ گرفته تا قحطی، نمیدونم، با رئیس جمهورا سفر رفتم و تو هر سفر یا برنامه که داشتم همیشه یه داستانای پیش میومد دیگه. شما خیلی از لحظات بزنگاه تاریخی رو ثبت کردید، مثلا انقلاب ایران، اولین عکس ها از محل سقوط هلیکوپتر نظامی آمریکایی‌ها تو طبس، جنگ ایران و عراق و خیلی موقعیت های دیگه. چطور این اتفاق می افتاد که برای شکار لحظه در زمان مناسب در مکان مناسب بودید؟ ببینین، به عنوان یه عکاس اولا که باید اونجایی که اتفاق می افته باشی. یکی از چیزای عکاس اینه که بدونه که به اصطلاح امکانی هم اتفاقی هست و بره اونجا. یکی اینه، یکی هم این که من اصلا نمیدونم، حتی همکارام به من مظنونن، به من میگن که تو حتما میدونستی یه همچین خبری میشه که اونجا بودی. حالا در صورتی که نمیدونم، یا اینجوری یا تو این سالها یه شم خبرنگاری من باعث شده بود که بدونم که به اصطلاح کجا مهمه که من باشم. مثلا من یادم تهران بودیم و اون موقع با خبرگزاری فرانسه هم کار میکردم. من سر صدایی بلند شد یا یه خبرهایی اومد که یک سری اشیاء ناشناس توی صحرای یه جای نزدیک طبس سقوط کردن. و چون اون موقع خب خبرم به هر حال آسون نبود گرفتن، کسی نبود که، یه شایعی هم بود که گفتن که آدمای فضایی سقوط کردن. من گفتم به خود خودشه دیگه، باید برم از آدمای. خلاصه راه افتادم و بعد 14 ساعت بالاخره رسیدم من اونجایی که این اتفاق افتاده بود. واقعا منتظر بودم که از آدم فضایی عکس بگیرم، ولی رسیدم دیدم نه، اصلا یک صحنه وحشتناکیه، هواپیما، هلیکوپتر سوخته و جنازه های سوخته سربازهای امریکایی 8 تاشون اونجا بودن. و بالاخره اولین عکاسی هم بود که صبح زود رسیدم اونجا، کسی هم نبود. و بعد یه نیم ساعتی یهو دیدم یه سری کامیون و ماشین دادن میان جلو، اومدن و وایسادن. پیاده شد دیدم خلخالی، همین آیت الله خلخالی، معروف که به هر حال به جلاد انقلابم معروفه، توی اون هلیکوپترهای سالمی که امریکایی‌ها جا گذاشته بودن پر پول و از چیزهای مهم بود که اینا رو همه رو خلخالی برداشت. و بعد دیگه اصل داشت غروب میشد، به این دوروریاش گفت که این کیسه ها رو بیارین، جنازه ها رو بذارین تو. و بالاخره اینا گذاشتن این چیزها رو تو کیسه. داشت شب میشد و اینا یه کامیون آورده بودن، منم خب همینجوری خودم با چیز رسونده بودم، نه ماشین داشتم و اینا. خلاصه خلخالی گفت بیا ما تو رو میرسونیم. ما رو گذاشتن توی اون کامیونه که این جنازه های سربازای امریکایی بود. شبم تاریک دیگه، نه چراغی،
حدود 4-5 ساعت ما تو این شب بکشه بکنیم با 8 جنازه امریکایی و خلخالی تا ما رسیدیم سر دوراهی جاده اصفهان یزد. من اونجا پیاده شدم و بالاخره یه اتوبوس اومد، اتوبوس سوار شدم و رسوندم خودم و تهران و اکثرم زود مخابره کردم که خیلی تو صفحه اول نیوزویک و بیشتر مطبوعات دنیا چاپ شد. شما بارها موقع عکاسی با خطر مرگ روبرو شدید، درباره این جان به در بردن هاتون برامون بگید. من ببینید مثلا تو 5 سال جنگ ایران عراق هر لحظه هر روز هر ساعتش از بغل گوشمون رد میشد. من بارها شد که آدمایی که حتی 1 متری 2 متری من بودن زخمی شدن، کشته شدن، ولی خوشبختانه من سالم در رفتم. یا سال 96 توی فلسطین بودم، من از تظاهرات درگیری فلسطینی و اسرائیلی عکس می‌گرفتم و خب یه تکتیرانداز اسرائیلی منو زخمی کرد با یه گلوله خیلی انفجاری، حتی تو ساق پام زد که من خب 18 ماه توی بیمارستان انوالید تو پاریس بودم. میگم توی 40 و چند سال نمیدونم، شاید صدها بار واقعا خیلی نزدیک بودم دچار مشکلات بزرگتری بشم. زخمی شدن که 2 بار 3 بار زخمی شدم، ولی خب خوشبختانه تونستم از اون مخمصم بیام بیرون به قول معروف. چه چیزی باعث میشه به رغم خطراتی که عکاس خبری رو تهدید میکنه تو این سالها به کارتون ادامه بدین؟ ببینین، اون اعتقادیه که شما به کاری که میکنین داره. برای اینکه من معتقدم که عکس یا عکاسی میتونه مسیر تاریخ رو عوض کنه، میتونه به هر حال اون نه تنها یه جنگ و بلکه مسائل اجتماعی رو بروز بده، بیرون بیاره و باعث بشه که تغییرات مثبتی ایجاد بشه. میدونین که از قدیم گفتن که اون که سردار بود کسی بود که اسرار هویدا میکرد. یعنی ما هم بالاخره جزء کسایی هستیم که اسرار هویدا میکنیم دیگه. برامرین این خطرش هست که بالاخره سرمونم بالای دار بره یا اینکه زخمی بشیم، اینا هم هست. شما بارها تو شرایط قرار گرفتید که باید درد و رنج رو ثبت میکردید. آیا جاهایی بوده که دوربین رو کنار گذاشتید و به سوژه کمک کردید؟ بله، این واقعا از مسائل خیلی مهمیه که ما روبره هستیم، چون بالاخره انسانیم، دل داریم، چشم داریم و تو این شرایط وقتی شما میبینید که مردم زجر بکشن، آواره ها که تو بیابونا ول شدن، بالاخره نمیتونید به عنوان یه انسان کاری نکنین. من بارها شده که دوربین رو کنار گذاشتم، به کمک کردم، حتی رانندگی کردم. یادم تو جنگ خلیج اون موقع داشتم بین کویت و عراق میرفتم، تو بیابون دیدم مثلا یه پیرزن با 2-3 تا بچهش و نوه‌هاشو که زنده بودن برداشته تو وسط بیابون تشنه دارن میرن، اونا رو سوار کردیم بردیم به یه اردوگاه آواره ها. بالاخره یه همچین کارهایی دیگه، اون چیزی که از دست آدم برمیاد خب تو شرایط باید بکنه. در کتاب از دوستی و همکاری شما با بقیه عکاسای خبری مثل عباس عطار، آلفرد یعقوبزاده و کاوه گلستان صحبت میشه. از شرایط کار برای عکاسان خبری در ایران قبل و بعد از انقلاب و رابطتون با هم دیگه برامون بگید. بله، خب ببینید شرایط کار کردن اون موقع ها خب الان هم هنوز ادامه داره، برای عکاس خبرنگار خیلی سخت بود. یعنی من بارها توی تظاهرات خیابونی تو ایران، چه زمان قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، کتک خوردم، دوربینامو شکستن و خوشبختانه خب جون سالم به در بردم. تو این شرایط ما ببینید هیچ چی میگن رقابتی وجود نداشت، برعکس من مثلا با کاوه خیلی با هم نزدیک بودیم، با هم کار میکردیم، خیلی سفرها رو با هم میرفتیم. این به یکی از دلایلش این بود که به هر حال تنهایی رفتن خطرناکتر از بود
بود که چند نفر باشیم با هم که بتونین بالاخره یه اتفاقی افتاد هم دیگر رو کمک کنین. بنابراین من مثلا حدود 12 سفر که تو جبهه جنگ ایران عراق بودم، حدود 10 تاشو با کاوه گلستان و آلفرد یعقوبزاده با هم بودیم. امروزه موبایل های دوربیندار در اختیار شهروندای زیادی است که باهاش اتفاقات و رخدادهای مهم رو ثبت میکنن. به نظرتون این پدیده چه تأثیری روی عکاسی خبری گذاشته؟ ببینید، من تو این 40 سال گذشته هر جای دنیا که بودم به عکاسای محلی تولید کردم. یعنی همیشه سعی کردم از سومالی گرفته تا فیلیپین، عراق، حتی توی کابل بعد از سقوط طالبان با رضا یه NGO به اصطلاح رسانه‌ای درست کردیم و من اونجا اولین مدرسه عکاسی خبری افغانستان رو به اصطلاح راه انداختم که اولین عکاسای زن حتی دختر افغان که الان دیگه عکاسای معروف اونجا شدن و من تربیت کردم. یا حتی یکی از عکاسا مسعود حسینی جایزه پولیتزر برد 3 سال پیش. و بالاخره من واقعا هدفم این بود که به اصطلاح این داستان زندگی مردم رو خودشون تعریف کنن، مردم محلی. چون ما به عنوان اون موقع عکاسایی که به هر حال تو نیویورک و پاریس زندگی میکردن میرفتیم 1 هفته 10 روز و واقعا اون عمق داستان رو امکان نداشت بگی. ولی خب عکاسای دیگه که به اصطلاح حرفه‌ای که رو سوژه های بلند مدت کار میکنن، خب این اهمیت خودش هم داره. مثلا من خودم برای نشنال جیوگرافیک سالها کار کردم، رو بعضی سوژه ها 1 سال کار میکردیم. ما 5 تا 10 تا سفر میرفتیم و بالاخره نتیجهش که شاید 20 تا 30 تا عکس چاپ میشد به اصطلاح تعریف کردن داستان با عکسای مختلف بود. اینو عکاسای حرفه‌ای فقط میتونن بکنن. فیلم کشتارگاه تازه ترین ساخته عباس امینی که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در اومده بود، حالا به طور اینترنتی اکران شده. این فیلم درباره وضعیت اجتماعی ایران امروزه. عباس امینی که در جشنواره برلین سالهای پیش با 2 فیلم والدراما و هندی و هرمز حضور داشت، امسال در این جشنواره جزو هیئت داوران بود. محمد عبدی، منتقد سینما، با او درباره کشتارگاه گفتگو کرده. بله. اسم فیلم در مورد امیر جوانیه که تازگی از فرانسه دیپورت شده اومده ایران. بیکاره و خیلی کار زیادی نداره و هم از اونور رونده شده هم از داخل. پدری داره که نگهبان یک کشتارگاهه و یک شب پدر ازش میخواد که برای کمک بهش بره اونجا توی کشتارگاه و اون شب مجبور میشه به خاطر پدرش وارد ماجرای هولناکی بشه که ادامه قصه در واقع با اون موضوع شب اول ادامه پیدا میکنه. میام اینجا امن نیست و کاش میمدی خونه عبید میموندی. نه خوبه، خیلی ممنون. حالا هر جور که خودت میدونی، گفتم عذاب نکش. عذاب ندیدی؟ داشت کو رفته دست با آب. آب که هست، خونه عبید میمدی اونجا. نه یعنی رفته دستشوری. من و حسین فرخزاد که در واقع تمام فیلمنامه این چند تا کار قبلی هم با هم دیگه نوشتیم، عمدتاً سعی میکنیم رو موضوعاتی کار کنیم که هم یک دغدغه شخصی مونه، همین که موضوع روز باشه. موضوع جهش در واقع ارز و قیمت دلار موضوعی بود که واقعاً چند سال اخیر فکر میکنم نظام اقتصادی ایران ریخته به هم دیگه. فکر کردیم که خب روی دلارهای چمدونی کار کنیم. یکی از موضوعاتی که در واقع دیدیم و به لحاظ علمانی تصویری برای ما تصویری تر بود، بحث قاچاق گوسفند بود و خروج در واقع دام ایرانی به کشورهای منطقه و ورود پول به صورت چمدونی. آقا گوش کن، 300,000 تا دارم، 13,800. Thank you.
درس تجربه قبلی سعی میکردم تو اون تجربه ها بیشتر موضوع رو بولد بکنم و یه جوری قصه ای بگم که اهمیت موضوع رو هی گوشزد بکنم. کشتارگاه موضوعش همونقدر برای من چیز بود، مهم بود کاملا و دوست داشتم اون موضوعیه که بیاد بالا، اما برای اکران داخل من مجبور بودم که از بازیگر استفاده کنم. خب نقش ها منظورم نقشه پیچیده تری شده بودن، جنس بازی ها جنس بازی متفاوت تری بود، یه ذره میخواست از رئالیته فاصله بگیرم و خود این باعث میشد که از کمک بازیگر بهره ببرم. آه واسه چی اومدی اینجا؟ کشتارگاه هستی، دلار کار میکنی، چه کاره ای؟ به تو چه من چی کارم؟ فکر کردی زرنگی ها؟ و چی میگی تو بابا؟ زرنگی دلار کار میکنی، وقت آقای من نمیشناسی؟ من آقای تو رو از کجا باید بشناسم؟ من فکر میکنم تو دسته بندی هایی که حتما میشه قطعا این فیلم رو توی دسته فیلم های اجتماعی در واقع جا میدن، یا در واقع قصه هایی که تأثیرشون توی زندگی ما به شدت دیده میشه، قصه های اقتصادی، قصه های عاطفی، همه چیز، چیزهایی که از بیرون خانه به درون خانه ما تحمیل میشه. انتخاب دوربین روی دست انتخابیه بیشتر برای التهاب صحنه، یعنی فکر کنم قصه خیلی قصه ملتهبی بود و ناخودآگاه به خاطر پیشینه مستندسازی که من دارم حس تکونهای دوربین و اینکه فکر میکنی که خب از دید در واقع یه شخصی موضوعات داره دیده میشه و یا حتی یه موقع خود دوربین رو میخواییم حس کنیم به عنوان یه نگاه ناظر، همیشه برای من حس جذابتری داشته و فکر میکنم برای مستندتر کردن فضاها خیلی بهم کمک کرد تو این فیلم. من فکر میکنم که کاراکترهای قصه تلاش میکنن برای بهتر زندگی کردن، تلاش میکنن برای که زیستشون رو بسازن، این معنیش برای من معنیش امیده، اما توی این قصه در واقع نسل بعدی رو ما نسل خیلی امیدواری نمیبینیم، بیشتر نسل جنگجویی داریم میبینیم، یک نسلی داریم میبینیم که مطالبه گره، دنبال یه سری حق و حقوقشه، دنبال در واقع چیزهایی رو که از دست داده است و من فکر میکنم نسل جدیدی هم که ما الان تو ایران باش سر کار داریم نسل مطالبه گریه و حتما حق و حقوقش رو میخواد. چند وقت حبس بودی؟ 2 سال. من به عمرش خودم کاسبی کنم، دنبال یه آدم قابل اعتماد میکرد. چقدر پول توشه؟ کار میکنم دیگه، نکنم. آقا منم دلار داشتم، مگه فقط مال شما بوده؟ چیکار داری کارتون بود؟ هاشم نمیشناسی؟ چته؟ ما تا آقامونو پیدا نکنیم هیچ جا نمیم. ناتالیا گونچاروا که حدود 140 سال پیش متولد شد، یکی از نام‌های مهم در هنر آوانگارد روسی است. آثار اون اغلب جنجالی و نمایشگاهاش پر سر و صدا بود. هرچند که کار اصلیش نقاشی بود، اما در هنرهای اجرایی، طراحی صحنه و لباس و مجسمه‌سازی هم دست داشت. تماشا نگاهی کرده به زندگی و آثارش. اینجا پشت سر من تابلویی به اسم پرتغال فروش. این نقاشی کار ناتالیا گونچاروا، نقاش پیشرو روسه و در سال 1916 خلق شده و جزو مجموعه به نام زنان اسپانیایی. این تابلو هم بازتاب بخشی از زندگی گونچاروا در خارج روسیه است و هم اساره سبک و تفکر و علایق اونه. تصویر رو با اشکال هندسی خلق کرده و علاقش به پارچه و لباسهای لایه لایه هم به خوبی در کار مشهوده. سال 1881 در یکی از روستاهای غرب روسیه دختری به نام ناتالیا به دنیا اومد که بعدها یکی از مظاهر هنر آوانگارد روسیه شد، ناتالیا گونچاروا. وقتی آثار گونچاروا رو بررسی میکنیم باید متوجه چند نکته باشیم. گونچاروا یک زن هنرمند بود در زمانه ای که عالم هنر و بیشتر عوالم متعلق به مردان بود. دیگه اینکه او یک هنرمند روس بود
و فرهنگ بومی محل تولدش به وضوح در آثارش ظاهره و او با مهارت المانهای بومی رو در هنر مدرن و سبک کوبیزم گنجونده. پدرش معمار بود و مادرش از خانواده‌ای با مطالعات دینی. بنابراین دور از انتظار نبود که داستان‌های دینی به نقاشی‌های گونچاروا راه پیدا کنه. و البته که روایات مذهبی گونچاروا به مذاق کلیسا خوش نیومد. در نظر کلیسا هنر مدرن در خور داستان‌های دینی نبود. موضوعات دینی تنها مشکل ناتالیا گونچاروا نبود. او که هنرمندی پیشرو بود برای خوشایند کسی کار نمی کرد. نقاشی های او از پیکرهای برهنه زنان هم بارها توقیف و سانسور شد. علت توقیف خلق نقاشی های برهنه توسط یک زن هنرمند. گونچاروا به نظر من هنرمند خیلی قابل توجهیه. کارهاش در این حال که چشم‌انداز آینده است، ریشه در تاریخ و گذشته داره. در ضمن به عنوان یک زن در اون دوره تاریخ روسیه شخصیت جنجالی هم بوده. او در بحث‌های عمومی شرکت می‌کرد و با همسرش میخائیل لاریانوف که او هم نقاش بود بیانیه صادر می‌کرد. یکی از اتفاقات مهم زندگی گونچاروا آشناییش با میخائیل لاریانوف بود. همشاگردی که در دانشگاه هنر ملاقات کرد. کسی که برای اولین بار ناتالیا رو متوجه استعدادش در نقاشی کرد و تا آخر عمر همکار و شریک زندگی او بود. بخشی از زندگی گونچاروا آینه تحولات روسی است. مثلا او که دوران کودکیش رو در مزارع و در فضای هنرهای بومی و سنتی روسیه گذرانده بود، در 11 سالگی با خانوادش به مسکو عزیمت کرد و این غربت شهری آینه ای بود از غربت دوران گذار روسیه از دوران کشاورزی به عصر صنعتگری. سبک او اول کوبیست و فوتوریست بود، اما بعدها سبک خاص خودش رو به وجود آورد. سبکی که شکست نور در اثر تابشش بر اجسام رو به تصویر میکشه و تغییر جلوه اجسام در اثر تابش نور رو نشون میده و شامل خطوطیه که باعث میشه در قاب نقاشی حس حرکت به وجود بیاد. او اولین هنرمند مدرنی بود که نمایشگاه کاملی از آثارش در روسیه به نمایش در اومد. اون زمان 32 ساله بود. آوازه بلندش و استعداد و علاقش به هنرهای مختلف از جمله طراحی لباس او رو به باله روس در پاریس وصل کرد و برای چند باله معروف طراحی لباس و صحنه انجام داد. ناتالیا و میخائیل که در فضای فعال و انقلابی سالهای پیش از انقلاب اکتبر پر و بال گرفته بودند و واضح بعضی جنبش‌های نوآورانه دوران بودند، به خاطر مخالفت و سختگیری‌های بعد از انقلاب اکتبر با هنرمندان روسیه را ترک کردند و در پاریس اقامت گزیدند. در پاریس او جزو حلقه هنرمندان آوانگارد اروپا بود. با اینکه اون همیشه در آثارش هویت روسیش رو حفظ کرد، اما از سال 1916 که دیگه نتونست به روسیه برگرده، پاریس به خونش بدل شده بود و مضمون غربت و دلتنگی برای سرزمین مادری در کارهاش نمود پیدا کرد. با اینکه گونچاروا یکی از چهره‌های مهم هنر مدرن و آوانگارد روسیه است، اما همیشه معتقد بود که هنر مدرن ریشه در هنر سنتی و مذهبی شرق داره. ذوق و شور او برای هنر بومی روسیه با نبوغش در هم آمیخته و انقلابی در هنر روسیه به وجود آورده و او رو به یکی از پیشروترین زنان هنر روسیه بدل کرده. Thank you.
ممنون که با ما بودید. در پایان برنامه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی هم دوباره ببینید. گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.